زندگی و آموزش. صحت و زندگی. شنوندو عزیز سلام، می دانید که تداوی نکردن به موقع سالدانه باعث کدام مشکلات صحی شده می تانه؟ مادرش خیلی رنج میکشه، میگه دخترم از صورتش هم از تایی خوب شود، زیاد شود، چی کار شود، نشود، یه روز در روز کلان شده مرا. علت تداوی نکردن به موقع سالدانه چیست؟ و چیگونه میتوان به وقت و زمان سالدانه را تداوی کرد؟ در برنامه ی هفته صحت و زندگی به همی پرسش ها پاسخ میدیم، پس تا آخر برنامه با ما باشین. سالدانه یکی از شایع‌ترین نوع بیماری جلدی است. قسمی که در برنامه قبلی در مورد سالدانه شنیدین، سالدانه در 3 هفته اول هیچ نوع اعراض و علائم از خود نشان نمیده. سوال اینجاست که اگر سالدانه به وقت و زمان تداوی نشه باعث کدام مشکلات صحی دیگه میشه؟ در این مورد از چند تن میشنویم. نام آمینه مرزایی باشنده در میدان وردگ هستیم. برادرزاده ما تداوی خوب صحیح نتونستم، سالدانه یک تقمه خراب که هم مگی او را در شکت میزنه دیگه. اون مو همیشه از اون لحاظ رنگ میبرد که ما چطور کنم، خیلی روشم تا تقمه خراب مانده در روشی. دختره گیم یک پشک انده بود، مگود که سالدانه شده. بعد از یک ماه دو ماه فهمیدیم که سالدانه مرضی در کل سخته، این آدم را ارث میده که الله چرا خوب نموشه، چرا این رقم شده. این هم دختر است، این در صورتش است، هر روز در فکر ما است، در ذهن ما است، میگرده این میتر. مادرش خیلی رنج میکشه، مگه این دخترم است، صورتش هم است، این خوب شود. خیلی مشکلات زیاد شد دیگه، ولی ما که از اول مراجعه میکردیم به نظر میقص رنج نمیکشیدیم، ولی کمتر رنج میکشیدیم. به جایی که 5 ماه رنج کشیدیم، شاید 2 ماه 1 ماه رنج میکشیدیم. نام رایم است. باشنده بابا مشکلم کواله می کوزو گرفتن امتان تایمون میکنم. خب دیگه ما چیزی که ظرف معرفی دکاس است که ناروس میکنم دیگه. یک چیزی که من چه یک پیران پشتم بازم از ما قلای پایان است نه، با زمان دمی چند وقت میشم قلای از تین خطا کلش مونتی کنم، از خاطر که بند که بند چم یک ذره پستاک چدامش خون میشه. خیلی دم مشکل است گفتن به خیر عزیز رایم به سردرد میشه. نام زایره ما از خاطر می وشکای ما حساب سلطانه برش برامده، بسیار رام درست، بسیار همیام اذیت میشد. من قسمتی سر بینیش برامده، در دستش برامده سه جا کنم، بسیار تشویشم میکنم. یا مثلا همیام سر رویز خیلی تاثیر میکنه، روزی که یک شنبه میشه که ما یه در پیشکاری میرم، بسیار روی خز دست میته، در یک بانه میارم، بسیار کشتکا و مکتب ما را اذیت میکنه، مگه ما را میگره و ویت میکنه، از مکتب ها میکشه ایره. عبدالرحیم هستم. سالدانه است، 4 ماه میشه پشت دست من برامده، 4 جا اینجا برامده، یک 2 جای دست دیگه برامده، یک دلابم. دلابم سالدانه که برامده در وقت نان خوردن بسیار مشکل ایجاد میکنه، بعضی وقت بند میشه در نان خوردن. ولی از کاربارم انداخته دیگه، احساس دیده میکنیم که یک جای برای یک نفر احساسی بد نکنه که باش که ما را نگیره. به گفته مردم ماندن داغ یا لکه سالدانه، رنج بردن از زخم سالدانه، احساس گوشه‌گیری از مردم و مختل شدن کارهای روزمره از مشکلات بودند که عده از مردم به اثر تداوی نکردن به موقع سالدانه با آن مواجه شده بودند. دکتر متخصص بشیر احمد احمدی مسئول دیپارتمنت لشمانیات و سایر امراض ناقله شهر کابل میگه در بعضی حالات زخم بزرگ شده و حتی میتونه که سبب تخریب انساج و رگهای زیر پوست شود. ما یک سیستم داریم، سیستم دفاعی که داخل از سیستم لنف خود پرازیت لشمانیا داخل سیستم لنف میشه و سبب زخامه و قدات لنفاوی میشه. دوم تخریب نسج تتانی، قسمت هایی که نسج نرم و نازک هست و سهار تخریب میکنه لشمانیا. لشمانیا خودش عادت داره که خود پرازیت تکثر میکنه، از انقسام ساری دوگانه زیاد میشه، وقت تعداد زیاد شد در ساحت تخریبات به وجود میه. بنابراین در جاهایی که مثلا عضلات هست، جلد از غضروف هست، اینا روز به روز تخریب کرده میره و زخم کلان شده میره. اختلاط دیگیش انتانات دومی است که غیر پرازیت لشمانیا در ساحه انتانات یا میکروب های دیگه مداخله میکنه که سبب آفات التهابی مانند درد، سرخی، پوندیدگی، خارش یپا در نزد مریض تحسس میکنه. به گفته دکتر اگر مریض به موقع تداوی نشه، دانه بزرگ شده و به زخم تبدیل میشه. انساج تحتانی را تخریب کرده، میکروب های دیگه هم مداخله میکنه.
زمان تداوی را طولانی می سازن و زخم تا دیر وقت خوب نمیشه. اما مشکل بزرگی که نزد مریض به جا میمانه لکه یا داغ دائمی است. ای که علت تداوی نکردن به موقع سالدانه چی ها بوده میتونه از مردم میشنویم. علتش هم هست دیگه، اگه تداوی نکنیم یک سال هم باید رنج بکشی، دو سال، ده سال. اول پشه خورده بود نمیفهمیدیم، فکر کردیم پشه خورده یا بخار است. یک سه ماه را قسم دوام گرفت، بعد از او کجور نشد اینجا آوردیم. زیاد میشه، تمام روشه میگیرد، اگر امو جایش بسیار کلان میشه شاید رشد کرده بره. در قدم اول خیر نفهمیدم که سالانه است، چهار ماه تر شدی ازی بازی میگو سالانه است، بازی میگو نیز باز یک دفعه گفتم باش بریم دمی شفخانه لشمانی ها، باز اینجا که آمدم میگه که سالانه است، به مخاطر ما را کار ما پس خورد. ما ایت اول این نفع میده مقصد میخواید بخاره گرید دستایم بود این چهار ماه پیش ایت نفع میده، ما گفتم دیگه از چی باشه بخار باشه چی، ما نفع ما گفتم می بخاره. نام ما غلام، به خاطر مزی سلطان آمدیم. یک شش ماه هفت ماه که در نظر ما نامت بسیارم تو یک ضعیف و یک دانی سرخ ضعیف یه نفهمیدی گفت از این دزی خوب شد، شاید از گرم سرتی بال شده، شاید از خونکی یا از قیصری از این کفا بال شده باشه در نظر ما نامد. بیغوری و موقع تداوی نکردن و بیخبری از خطرات بعدی سلطان از علتهایی بودند که مردم از آن یادآوری کردند. دکتر متخصص در مورد علت پیشرفت دانه های سلدانه در صورت تداوی نکردن آن گفتنی های داره که با هم مشنویم. اگر ای که تداوی با موقع نشه چند علت خاص داره، اولی که خود انتان یا پرازیت یا میکروب سالدانه که هست در همون ساحه تکثر میکنه، یعنی انقسام ساده دوگانه میکنه، از یکی دوتا از دوتا چارتا این همون تو تعداد زیاد میشه، وقتی تعداد زیاد پرازیت به وجود آمد باعث تخریبات پیشتر میشه در همون ساحه، تخریبات جلدی، هزلانی، هر چیزی که در همون ساحه وجود داره او را تخریب میکنه و زخم روز به روز بزرگتر شده میره. یکی دومی وقتی زخم بزرگ شد دوام تداوی بیشتر در بر میگیرم، دیگه ای که منابع دوایی بیشتر به مصرف میرسه، وقتی که یک زخم کلان باشه مقدار زیاد دوا به مصرف میرسه و زخم کلانتر باشه بناهن ما مجبور هستیم که برای یک مریض دوای بیشتر به مصرف برسانیم. چهارمی که اسکار یا داغی که از سبب امی میمونه وقتی که به موقع تداوی نشه امی اسکار از این بسیار کلان میشه، وجاهت یا زیبایی مریض از بین رفته، بناهن یک مشکل روانی در نزد مریض اکثرا با وجود می آید و مریض از این تا که زنده هست رنج می برد. شنونده عزیز، شما برنامه صحت و زندگی را از مؤسسه تعلیمی افغانستان می شنوین که در مورد تداوی نکردن به موقع سالدانه تهیه شده. اگر نظر یا پیشنهاد درباره برنامه‌های تعلیمی ما داشته باشین، میتونین به شماره تلفن 020-240-5101 با همکاران ما به صورت مستقیم به تماس شوین. تا این دم شنیدیم که به جاماندن داغ سلطانه در دراز مدت باعث میشه فرد گوشه گیر شوه و این مشکل حتی باعث مختل شدن کارهای روزمره او شده میتونه. از طرف دیگه اگر سلطانه به موقع تداوی نشه، ممکن زخم به عضلات بیمار برسه و عضلات را تخریب کنه. مردم بی‌غوری و بی‌خبری از مشکلات بعدی زخم سالدانه را از علت‌های تداوی نکردن به موقع سالدانه عنوان کردند. اما ای که چطور می‌توان سالدانه را به صورت درست تداوی کرد، در ابتدا از چند نفر می‌شنویم. این واسه 16 روز میشه که اورده رئیس مرز این سالدانه است پشت چش میشه. خاطر هر روز دکتر گفته بیاد ما هر روز میاریم که پیشکاری کنه که حال بهتر شد از وقت که خیلی بهتر شده، یعنی با 50% خوب شده. پیش از اون زخم کلان بود، زخم جمع شده، خوب شده. عبدالوکی 5 روز میشه پیچکاری میکنه، خوب هستن تقریبا. روزانه میام اینجا 20 روز بعد ما ایرا تطبیق کنم. همه روز میام. در بیرون هم علاج نمیشم گوجم که در ولایت دم شفاخانه مراجعه کردم گفت نیست. تا در خصوص هم دوا نیست، یار قبول آمده مسافر رفت دیگه. دیگه دخترم سالدان هستم. تدایی از اون میکنیم برای پیچکاری کنن یک اشت نومو میشون دکتر پریس که در صابون چربی تر شدن دیگه تندی ترشی اینا دیگه نمیتیم شن من پریس شو میگیم که چیز دار خوب شوا بخیر. راشد شفاخانه لاشمانی آمدیم به خاطر لاشمانی ها داریم لاشمانی ها برامدن ایزرسویش نمیست که باید تر نشه، از ترشی پریز میکنم دیگه از او جلوگیری میکنم که او باید ایش نخوره، یعنی تر نگاه نشه، مرتوب باید نشه دیگه، یکان دونه پلاستر میزنن به خاطر که میگه پت شد و پلاستر باید زده نشه، پلاستر که شد و مرتوب میشه و این باید مرتوب نگاه نشه، دمه هوای آزاد نگاه شد و زیر مراقبت دکتر باشه.
به گفته ایدی از مردم در نظر گرفتن هدایت دکتر در مورد تداوی سالدانه باعث شده بود که اثر زخم سالدانه کمتر به جا بمانه و به این روش زودتر تداوی شوه. دکتر متخصص هم در این مورد چنین میگه. تداوی لشمونیا نظر به تعدادش فرق میکنه. اکثرا ما اگر از خود زخم یا اندفاد از 3 عدد زیادتر باشه یا در ناحیه باشه که در او قسمت زرق موضعی یا زرقی که در خود دانه میکنیم خطرناک باشه، مثل چشم، بینی، گوش، این قسمت ها، در او حالت ما دور و دور زخم یا اندفاد زرق میکنیم هفته یک بار برای 4 تا 6 هفته. ولی اگر تعداد اندفاد از 3 عدد زیاد باشه، جسامتش بزرگ باشه، به طرف وخامت یا خراب شدن رفته باشه، مریض از یک مدت طولانی پیش ما مراجعه کرده باشه، از او خاطر باز در او حالت ما زرق آیم یا زرق ازلی برای مریض میتیم که برای 14 تا 21 روز. اگر در 14 روز مریض شفایاب شد خوب، اگر نشد اینا به 21 روز ادامه میتیم که هر روز نظر به وزن مریض سنجیده میشه، مقدار دوا توصیه میشم. مراقبت از زخم به این شکل است که زخم بیشتر خوش نگهداری شوه، کنده نشه، امو هرچه کنده نشه و زیاد از مواد شوینده و دیترجنت مثلا صابون و پودر و مواد مایید شویی گپا زیادتر استفاده نکنن. سالدانه یک بیماری جلدی است که اگر به موقع تداوی نگردد زخم آن عمیق شده و باعث تخریب بیشتر جلد میگردد و در موارد زخم عمیق‌تر شده و باعث از بین رفتن عضلات نیز شده می‌تواند. در این حالات زخم سالدانه کلان شده تا آخر روی سطح جلد باقی می‌ماند. با گفته مردم، بی‌خبری از خطرات بعدی زخم سالدانه و بی‌غوری و به احتیاطی از علت‌های آن که عده‌ای از مردم به تداوی سالدانه نپرداخته بودند. کسانی که مطابق هدایت دکتر زخم‌های سالدانه را تداوی کرده بودند و به وقت و زمان معین از طرف دکتر متخصص به مراکز صحی مراجعه کرده بودند، به سادگی دانه های سالدانهشان را تداوی کرده و از کلان شدن و تخریب بیشتر ساحه زخم جلوگیری کرده بودند و جای زخم ها نیز باقی نمانده بود. و گفته دکتر، تداوی سالدانه بین 4 تا 6 هفته در مراحل ابتدایی زمان می گیرد. اگر سالدانه بیشتر باشد، همه روزه باید مریض پیشگیری بگیرد. شنونده عزیز، برنامه حاضر ساعت و زندگی را که شنیدین، همکارمان احمد نظیر سکندری در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود. اگر میخواین که این برنامه و سایر برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین، سر بزنین به سایت اینترنتی tajala.af.